الحمد لله الحمد لله وحد و صلات و سلام من لا نبی بعد سلام به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی کلمه در برنامه صبح کلمه حضرت ابی مسعود عقبت ابن امر صحابی رسول الله انصاری بدری یعنی در جنگ بدر بوده از انصار رسول الله ایشون روایت میکنه که من از پیامبر خدا شنیدم که ایشون فرمودند ان مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولا از لم تستحی فست روایت از بخاری پیانبر فرمودن چیزی که از پیانبران قدی از انبیاء پیشین رسیده ناسر مردم این است که یعنی باقی مونده این است که اگر که حیا نداری هر کاری دلت خاص بکن یعنی حیا مثل صدی مانع از انجام کارهای بده نه این است که اگر امر کرده که حیا نداری هر کاری بکن یعنی حیا مثل صدی جلوی اعمال بد گفتار بد رفتار بد رو میگیره حیا یک صفت خیلی خوبیه امام احمد و نسائی و امام نسائی در کتابهای خودشون این روایت رو نقل کردند که پیامبر به اشجال اسری گفت که در دو دو صفت هست که خدا دوستش داره در تو دو صفت هست که خداوند دوستش داره اون دو صفت رو این نفیک علی خلقین به بهم الله خداوند این دو صفت تو رو دوست داره قلت ما هما گفتم یا رسول الله اون دو تا چی هستن اون دو صفت فرمود الهلم و الحیا حلم و حیا یعنی بردباری و حیا داشتن شرم داشتن میگه پرسیدم اینا از قدیم در من بود یا رسول الله یا حالات و اسلام این دو صفت رو پیدا کردم فرمود که اینها از اول در تو بود چون که شاهدی است بر همون حدیث اول که این صفت در مردم هنوز بوده از نبوت این چون که این تعلیمات همه پیامبران است که حیا داشته باشید و در جوامع بشری هست می گفتم الحمدلله که دو صفت دارم که خدا دوستش داره خداوند دوست داره این صفت رو علم و حیا بردباری در امور برباری هم دیگه یک صفت بزرگی است روز در مورد صحبت می کنیم حالا بحث ما در مورد حیاست صفت حیا این قدره در یک زن به اصطلاح زیباست که بهترین زینت برای اون زنه زن همه زینت ها رو برش بده قشنگی رو بهش بده صفت حیا رو ازش بگیر یک مرد که بر فطرت خودش باشه اون زن هرگز برای همسری انتخاب نمی کنه برای حتی هماغوشه انتخاب نمی کنه که بی حیا باشه حیا یک صفتی است که برای زن ها زیباست من حالا یک نکته این که از گفتم صفت رو خدا دوست داره نکته اه... رو براتون میگم اما قبل از اینکه بازمون نکته رو بگم اینو بگم که معمولا حرفای پیر مردا رو انسان اه... باید روش توجه کنه سلام دوستان که عمرشون خیلی دیگه زیاده هر چی که زیادتر باشه یک پیر مرد 90 ساله ای رو یه دفعه جوونا دور جمع شدن حالا کجا گفتن که پدر چی از زن کدوم زن آدم بگیره خوبه گفت زنی رو بگیر که مؤدب باشه یعنی چی ماده باشه که ماده اگه باشه حیا داره و اگه حیا داشته باشه و از کجا بفهمیم که حیا داره گفت وقتی که را اگه نگاه کنم پشت سرش نگاه نمیکنه حیا داره یعنی پیرمرد به تجربه خود این رو گفته این ور اونور نگاه نمیکنه یعنی حیا که در استفاده انسان اومد خصوصا در زن ها و دخترها باز این دیگه در همه حرکات و سکناتش این نشون داده میشه و اون پیرمرد دیگه معمولا انسان خصوصا اگه دیدید که پیرمردای یک حرف یا پیر پیرزنای یک حرفی رو خیلی تکرار کردن این اساره عمرشونه یه تجربه است از عمر خود گرفتن از اینا باید انسان استفاده کنه این از من به شما نصیحت من حالا بعضی چیزایی که پدر مرحوم من, من به من میگفت همیشه میگفتم این کاش اینقدر تکرار نمیکرد اما حالا میفهمم که کاش منو میزد چون که اونا رو دیگه حالا خودم بهش رسیدم تجربه چیزایی به انسان یاد میده که مثل اون چیزایی است که پیغمبرها از خدا برای ما بردن. یعنی همون چیزا رو حیا چیزی است که پیامبر از خدا برای ما آوردن و این پیرمرد در اینجا گفت حضرت پیامبر یک بار رد می شدن این رو در مسلم و بخاری و مسلم هر دو نقل کردن ابن عمر میگه حضرت پیامبر از جای گذر میکردن حضرت ابن عمر هم که با ایشون همراه بوده جوانی بوده دیگه جوانکی بوده میگه پیامبر به یک مردی رسیدن که داشت برادر خود رو نصیحت میکرد که اینقدر حیا نداشته باش تو خیلی حیا داری یعنی مثل که داره بهش میگه که این حیا برای تو ضرر داره پیامبر که این شنید گفت ده بلش کن راهش کن فان الحیا من الايمان حیا از ایمان است ایمان دو شعبه داره دو شاخه داره درخت اگه یک درخت باشه دو, دو شاخه داره و هر کسی که 72 شاخه رو داشته باشه ایمانش کامل تر یکی از شاخه‌های اصلیش حیاست در حدیث دیگه آمده که حیا لا یاتی الا بخير حدیث دیگه اومده الحیا خیر کله یا کله خیر حیا میگه جز خیر برای انسان نمیاره حیا همش میگه خیره اینا همه حدیث صحیح است که این در مسلم است براتون گفتم حضرت عبدالله بن مسعود میگه یک روز ما نشسته بودیم پیامبر فرمود پیامبر گفت که از خدا حیا کنید همونطور که حق است که حیا کنید گفت یا رسول الله ما که از خدا حیا میکنیم. گفت نه حق حیا را ادا کنید حق حیا این است که سر خود را از گناه و شکم خود را از گناه حفظ کنید یعنی سر خود را از گناه منظور چشم و گوش و زبان و دل انسان و چشم و گوش و زبان انسان است که باز حرام حفظ کنه یعنی که گناه نکنه با اونها به شکم رو از حرام حفظ کنه یعنی اینکه که به اصطلاح حرام نخوره ببینید صفت حیا اینقدر زیباست که خداوند زنی رو که میخواد وصف کنه به همین صفت وصف میکنه یعنی کدوم زنو همون زنی هست که پیش موسی اومد داستان حضرت موسا داستان حضرت موسا برای شما معلومه که وقتی که از شهر خود هجرت کرد دست فرعون فرار کرد به مدین رفت و دو تا دختر اونجا بودن میخواستن به گوسفندای پدرشون آب بدن چون که برادر بزرگ نداشتن پدرشون هم خیلی پیر بود وقتی که موسا اونا رو به گوسفندای اونا آب داد اونا رفتن خونه پدرشون گفت چرا گفت که به اصطلاح یک مردی برای ما این به گوسفندای ما آب داد باز گفت بریم بیار اون رو به این دختر که آمد اما آیه قرآن که هست اگر من درست بخونم اینجا جلو متاسفانه ننوشتم و جاعت هو اهدا هما تمشی الستهیا یکی از اون دوتا اومد در حالی که تمشی الستهیا میرفت با با حیا را میرفت یعنی خدا را رفتن این زن رو وصف میکنه حتما یه چیزی توی این را رفتن هست دیگه به چه جوری راه می‌رفتی خانم این دختر خانم با, ح... با حیا راه رفت برای خدا این مهمه مثل که ما بساز زیبایی زن رو وصف کنیم یا پولش رو وصف کنیم یا خداوند در اینجا هیچ چیز وصف نکرده از این دختر فجاعت و اهدا ما تمشی الاستهیا میرفت با حیا را میرفت این حیا باز انعکاس کرد در, 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 در حرف زدن این زن هم حیا که باشه وقتی در رفتن آدم حیا به داشته باشه در حرف هم حیا داره قالت ان ابي يدعوك امیدوارم که آیه رو درست بخونم پدرم تو رو دعوت کرده من تو رو دعوت نکردم یعنی تو زبانم با ادب میگه که پدرم تو رو دعوت کرده بیا بر اونم دعوت بی خودی نکرده تا اجر آ... آ... که گوسفندای بار آ... آبدادی تا مزدش برای تو بده تو رو مهمانی کرده پدرم دعوتت کرده ببینید اینقدر این صفت پیشه خداوند عظیم است که این زن رو وصف میکنه وقتی که حضرت نور وصل میکنه میفرماد انه کان ابدا شکورا صفت شکر برش وصف میکنه چیزی که مهم در انسان از وصف میکنه پس دخترای ما این رو بدونن که بهترین صفت پیش خدا تو حدیثم دیدید که پیامبر به اون صابی گفت که دو تا, دو تا صفت داری خدا دوست داره یکی حیاست خب در این زن خدا اون چیزی که دوست داشته رو بیان کرده حیا رو چون که حیا خیر میاره برای مجتمع خیر میاره و همینطور حیا برای مردم خیر میاره در حدیثی هست که پیامبر حضرت عایشه نقل میکنه که در نشسته بودن زانوهاشون لخت بود یا ساقاشون لخت بود تو خونه درست که به تکه داده بودن بازوهاشون لخت بود میگه لباس یعنی مرتب نپوشته بودن حضرت عمر اومد حضرت ابوبکر اومد حضرت عمر پیامبر همونطور نشسته بود حالا یه در یک وقت دیگه حضرت عمر اومد مثال یک روز بعد یا یا متابعت تو حدیث اینجوری نیومده بازم هم طور نشسته بود حضرت عثمان که اومد پیامبر لباس خود درست کرد خب اینو کی فهمید این رو همسرش فهمید خانم عایشه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها گفت یا رسول الله جوان بود دیگه در هر چیز پیامبر دقت می‌کرد اصلا برای این در خدمت پیامبر بود که فیلم برداری کنه حرکات رسول الله رو به ما برسونه یا رسول الله پدر من آمد تو میگه شما همطور نشسته بودید و عمر اومد شما هیچ در لباس خود تغییر نکردید میگه وقتی که عثمان داخل شد شما مرتب نشستید لباساتونو یعنی پیر همون لباس خود رو پایین آوردید و ساق پاتونو پوشوندید حالا عثمان کیه عثمان داماد پیغمبره داماد پیغمبر یک کسی نیست مثل پسرشه نسبت به عمر ابو بکر لایقتر نبود که این اینجوری احترام بشه پیامبر جوری مرتب بشینه اما پیامبر فرمود ای آیش ای از کسی حیا نکنم که فرشته ازش حیا میکنن فرشته ازش حیا میکنم در صفت حضرت عثمان هست که ایشون حتی که در خانه هرگز لخت نمیگشت هرگز حتی که غسل میکرد مثال میخواست خودو غسل کنه هم یک داشت اینطور که در صفت حضرت عثمان نوشتن باید این مقام برای ایشون داد که پس صفت حیا همونطور که برای زنها خیلی مطلوبه برای مردا هم هست و بالا میبره مقام رو چی چیز عظیمتر از این که پیامبر به این وقار میکنه احترام برش قائل میشه تا خونش حقشه تازه کارگونه هم نکرده سه تکه داده اما برای ایشون مرتب میشینه در که برای بهترین رفیقش حضرت ابوبکر مرتب نمیشینه راحت همونطور که هست هست از این معلوم میشه به دو تا دخترش هم بهش داده از این معلوم میشه که حیا میتونه یک صفتی باشه که انسان اگه شما میخواد بدونید کدوم آدم بهتره ببینید که بیشتر حیا داره کی بیشتر حیا داره دار. و عثمان تنها شخص در تاریخ هست تا اونجایی که ما میدونیم در کل تاریخ بشر تنها کسی که تونسته دو تا دختر یک پیغمبر رو بگیره حضرت عثمان بوده دیگه ما سراغ نداریم در تاریخ که پیغمبری دو تا دختر خود رو به یک مرد داده باشه در دو وقتی که شیعه بودم اینم این شنیدم انشالله در کتب اهل سنت هم هست شاید یک بارم شاید یک عالمی را از یک عالمی سر منبر شنیدم که ولی در علمای شیعه زیاد میگن حالا اگه حدیث هم نیست که احتمال زیاد هست حکمت بزرگی توش هست حسن و حسین رضی الله عنهما وقتی که کوچک بودن پیرمر رو دیدن که داره موقع تازه اسلام رواج پیدا کرده بود دیدن که داره وضو درست نمیگیره وضوش نادرسته حالا مجبورن که او رو امر کنن امر معروف کنن نهی از منکر کنن اینها اومدن به چه صورت با حیا مانع شد که بزرگتر از خودشون رو به اصطلاح امر کنن که تو اشتباه کردی تو به طریق دیگه اومدن گفتن که ای عمو ما دو تا برادرای اختلاف داریم در وضو ببین وزوی کدوم ما درسته داستان خیلی زیبا است و اون پیرمردی که هر دوشون یک وضو گرفتن فهمید که در وضوی خودشون وضوش یک نقص بزرگ داشت پس ببینید حیا حق است که این دو نفر حیا داشته باشن چرا برای اینکه برای اینکه سید شباب اهل جنت هستن دو تایی بی خود که نباید سید شباب بشن سالار جوانا در بهشت هستن اما یک نکته است در امر معروف نیاز منکر این نکته هم یعنی شما درست است که ما حیا باید داشته باشیم در امور دین حیا لازم نیست یعنی شما میخوای چیزی رو بپرسی ایبی نداره و حضرت پیامبر در مورد زنای انصار متحشون کرده که حیا مانع نمیشه اگر در مسئله دین حیا مانعشون نمیشه چون که اونام حیا داشتن اما سوال دینی رو میپرسیدم سوالی که لازم بود برای زندگی در اون حیا نباید باشه در یک چیز دیگه انسان میتونه حتی حیا میتونه باعث بشه که انسان بعضی از دستورات دین رو توش به اصطلاح نرمی کنه حضرت سلمان این روایت داریم از حضرت سلمان که ایشون گفته که یک بار برش مهمون اومد از تابعین اومده بودن دیدنش دو نفر ایشون برش نمک و نان آورد ها خب ببین من همین تو خونه داشتم پیامبر اگر نهی نکرده بود که پیامبر نهی کرد که برای مهمان زیاد خودتون رو به زحمت نندازید منم چیزی که داشتم براتون آوردم براتون آورد شفیق یکی از اون دو نفر تابعی میگه که با اینکه این بهش گفته که من ندارم ها. بهش گفته اگه با این غذا یک سبزی هم می بود خیلی خوب بود با این نون نمک حالا این دیگه حضرت حضرت سلمان با این که بهش گفته که من همین دارم وقتی اینو که شنیده حیا دیگه باعث شده حضرت سلمان آفتابه مسی خودش رو به دو به مغازه‌دار داده ازش سبزی قرض گرفته گرو داده و براشون آورده پاک کرده گفته بخورید وقتی که خورده بوده الحمدلله که خدا به ما قناعت داد به چیزی که روزی داد حضرت سلمان باشون شوخی کرد و ببین اگر شما زیاد قناعت داشتید همین حالا افتابه من در گروه دکاندار نمی بود ولی با این وجود ببینید حیا باعث شد که بیشتر مهمان نوازی کنه از این چی بالاتر که بخواید که پیغمبر که خود الله حیا میکنه الله آخر حرف آخر است خود الله از ما حیا میکنه حضرت سلمان اتفاقا این حدیث رو نقل کرده که خداوند حیا ح... شع... کننده و کریم هست خجالت میکشه الله خجالت میکشه که مردی دستشو به سوی او بلند کنه یا انسانی دستشو به سوی خدا بلند کنه به دعا الله خجالت می کشه، یعنی شما دست به گاهی با... گای شما اینا برای شما پیش اومده که گدای اومده دست راست کرده است از... نمیخواید بدید از خجالت میدید حیا می کنید، صفت خوبیه الله میگه از بندش که لایقش هم نباشه خجالت میکشه وقتی که دست خود بلند کنه و حاجتی رو بخواد الله خجالت میکشه که این دست رو خالی برگردونه حتما چیزی در این دست میذاره پس الله این صفت رو دوست داره حیا و خودشم, خودشم به این صفت هست و مطلوب است که این صفت ما داشته باشیم خصوصا زنها و دخترها و خیلی یعنی باور کنید که هیچ چیز بدتر از بی‌حیایی نیست و بی‌حیایی اگر در یک رفتار انسان اومد در زبان انسان میاد در حرکات انسان میاد در هر چیز انسان میاد خدا من شما رو از بی‌حیایی حفظ کنه و به صفات حیا زینت حیا رو برای ما بده در زندگی آمین یا رب العالمین الله حافظ و نگهدار شما